سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. خانم شیدا رحیمی، نسخه شناس، به کتاب‌باز خیلی خوش اومدید. ممنونم از دعوتتون. خانم رحیمی، نسخه شناسی یعنی چی هستن؟ نسخه شناسی در واقع به یک نسخه خطی از منظر یک شیء با ارزش نگاه میکنه. یعنی یک کتابی که از جلدش با ارزشه تا کاغذش، خطش و هر چیزی که به یک نسخه خطی که بین دو جلد قرار داره میپردازه. در اصطلاح تخصصی نسخه شناسی فقط مربوط به فیزیک نسخه میشه، یعنی اون چیزی که متغیر هستش، اون چیزی که بر اساس گذشته دوران تغییر میکنه. اما اگر به صورت عام بهش نگاه کنیم، علمیه که به نسخه های خطی میپردازه و نسخه خطی هم هر چیزی هستش که قبل از اختراع چاپ به وسیله دست و با مرکب روی کاغذ نوشته اگه شده. اگه بعد از اختراع چاپ با دست و مرکب نوشته شده باشه، اون بازم نسخه خطی به حساب شما. اگه الان هم یه چیزی روی کاغذ با دست بنویسین میشه دست نوشته و یه جورایی نسخه خطی، اما توی یه سری از تعاریف و چارچوب ها قرار نمیگیره. یعنی توی بررسی نسخه های خطی قرار نمیگیره، چون که با مرکب معاصر نوشته شده، با خودکار نوشته شده، با کاغذی که فرنگیه، با کاغذی که ماشینی درست شده، یه سری تعاریف داره به حال نسخه خطی. یعنی نمیشه یه دست نوشته خطی یه کتابی که امروز با خط کتابت میشه نسخه خطی ارزشمند به حساب بیاد؟ نسخه خطی ارزشمند میتونیم بهش بگیم یک کتاب دستساز ارزشمند، اما تو تعریف نسخه خطی قرار نمیگیره. ما هر چیزی که با دست نوشته شده قبل از اختراع چاپ رو نسخه خطی میدونیم. با این حال توی گنجینه ها و توی کتابخونه ها هستن نسخه ها که مربوط به دوره پهلوی هستن، به دوره معاصر هستن و به عنوان نسخه خطی قرار گرفته. دستگاه چاپ گوتنبرگ دیگه. بله. بعد از چاپ، اختراع چاپ سربی و حالا بعد از اینکه وارد ایران میشه، از اون موقع به بعد البته باز هم ما نسخه خطی داریم، چون چاپ گرون بوده انجام دادنش، خیلی محدود بوده. برای همین بخوان تعریف کنن، در واقع تا آخر دوره قاجار هر کتابی که با دست نوشته شده رو، با اینکه چاپ هم اومده بود، با این حال اونا رو هم نسخه خطی میدونن. نسخه خطی فقط برای ما در ایران، فقط نسخه خطی که به زبان فارسی یا عربی نوشته شده باشه ارزشمنده، یا اگه به زبانهای دیگه ای هم نسخه خطی وجود داشته باشه، آلمانی، انگلیسی، لاتین، باز شما بررسی میکنین و ارزش داره؟ قطعا ارزشمنده. هر کتابی که حالا در گذشته نوشته شده ارزش داره. اما اگر برای خودم بگم، رشته ما اختصاصی مربوط به نسخه‌های خطی اسلامی میشه. نسخه‌های خطی اسلامی یا به خط عربی نوشته میشدن یا خط فارسی بودن، یا یه سری از زبان‌هایی که مربوط به ایران مثل ترکی آذری، و حالا به هر حال یک کسی که نسخه شناسی انجام میده یا فهرست نویسی باید تا حدی به بقیه زبان‌ها هم مسلط باشه که حداقل بتونه، مثلا اگر منظورتون حالا نسخه‌ای است که انگلیسی، روسی، مخصوصا فرانسوی است، ممکنه یک سری فرهنگ‌ها بیاد زیر دست یک نسخه شناس یا فهرست نویس، باید بتونه تشخیص بده که موضوع این متن چی بوده. بله، باید بلد باشه و اونا را ارزشمند بدونه. چجوریه کسی که علاقه منده میتونه نسخه شناس بشه؟ نسخه شناسی مدت زمان کمیه که به صورت علمی و آکادمیک تدریس میشه. آیا شما رشته تحصیلیتون نسخه شناسی بود؟ بله، من عذر میخوام، چیه رشته تحصیلیتون؟
من دوره لیسانس ادبیات فارسی خونده بودم و بعد علاقه من شدم به حوزه نسخه‌های خطی. کنکور ایران شناسی میدن بچه‌هایی که نسخه شناسی میخونن و یکی از زیر شاخه‌های ایران شناسی نسخه شناسی مرمت و تصحیح نسخه‌های خطی هستش. زیاد از تأسیسش نمیگذره و در واقع از سال 88 داره دانشجو میگیره به تعداد خیلی محدود هر سال. از این طریق میتونن به صورت آکادمیک و علمی وارد حوزه‌اش بشن و یا به صورت تجربی مثل سنتی که در واقع نسخه شناسی در طی دوران‌ها داشته به صورت استاد و شاگردی بوده همیشه. راستش بخواین منم همین فکر رو میکردم، یعنی فکر میکردم که اساتیدی هستند که به صورت تجربی همیشه از یک نسخه شناس یه آدم سال خورده تو ذهنم بود که قبار سالیان بر صورت و بر مو و چهرهش نشسته. الان با شما که جوان هستید خیلی برام جالبه. پس رشته آکادمیک نسخه شناسی وجود داره و از ادبیات فارسی باید رفت. تا چند سال پیش از تمام رشته ها دانشجو می گرفت، چون در واقع میان رشته حساب می شد. یعنی من هم کلاسی داشتم که مهندس عمران بوده، باستانشناس بوده یا حالا رشته های دیگه. اما تا جایی که میدونم سالهای اخیر سعی میکنن از کسایی که رشتهشون مرتبط تره بگیرن، مثل بچه های ادبیات فارسی، زبان عربی، بچه های تاریخ یا فلسفه، خیلی بیشتر کمک میکنه به پژوهش هایی که انجام میدن، چون یک پایه‌ای احتیاج داره برای تحقیق کردن. و حوزه کاری اینقدر وسیع هست که کسایی که درس میخونن تو این رشته بتونن جذب بازار کار بشن. یعنی شما خودتون چی کار میکنین؟ کاری که شما انجام میدین چیه؟ من یکی از اصلی ترین کارهایی که انجام میدم فهرست نویسی نسخه های خطیه. فهرست نویسی حالا اسمش یه جوری به نظر ساده میرسه یا مثلا ممکنه طرف فکر کنید که با یه سری آموزش میتونه فهرست نویس نسخه خطی بشه، اما در واقع فهرست نویس نسخه خطی باید تمام ویژگی های یک نسخه خطی رو بشناسه، یعنی بتونه قدمت یک نسخه خطی رو تشخیص بده، باید بتونه موضوع یک نسخه خطی رو تشخیص بده. خیلی ویژگی ها وجود داره، مثلا برای قدمت یکیش خطه، از خط نسخه میشه قدمتش رو تشخیص داد. برای مثال اگر یک کسی یک نسخه‌ای که به خط نص تعلیق نوشته شده اینو ثبت کنه که برای قرن پنجمه، خب زیر سوال میره، چون خط نص تعلیق از قرن هشتم شکل میگیره، پس باید سیر تحول خط رو بشناسه. چقدر جالب. شما مثلا هم خطهای مختلف رو میشناسین؟ بله. هم تاریخ خطوط رو بله. میشناسین؟ چون خط یک سیر تحول داشته از ابتدایی، از کوفی و نسخ. چجوری میشه یه خلاصه اگه تو ذهنتون هست بگین از کوفی شروع میشه خط؟ در ابتدا اصطلاحا میگن سطح خط زیاد بوده، یعنی خطها دور زیاد نداشتن، به صورت خیلی مسطح نوشته میشن. همونجور که حالا اگر خط کوفی رو شما بدونین، این خط دور نداره، تمامش سطحه. خطایی که اتفاقا خیلی از کتب مذهبی ما با خط کوفی نوشته شده. قرآن‌های اولیه تماما به خط کوفی بوده و حالا خب خوندنش هم سخته و اعراب گذاری نداره، در یک دوره نداشته و بعد اعراب نقطه بوده، باید بشه تشخیص داد که حالا این خب بعد چی شده؟ بعد خط نسخ ایجاد میشه که حالا باز یه خورده شبیه تر به خط کوفی هستش و بعد خط ثلث. این خط هی دورش زیاد میشه، دور خط منظورم اون منحنی های خط منحنیه و خط خطوط اولیه منحنی نیستن، خیلی خیلی زمخت و خیلی مسطح هستن و حالا هر چقدر به دوره معاصر نزدیک تر میشیم این دور خط زیادتر میشه و حالا خط ثلث رو داریم، محقق، ریحان که بیشتر مربوط به کتب مذهبی میشدن دوباره و در قرن هشتم که خط نص تعلیق پخته میشه و شکل میگیره میشه اصلی ترین خط کتاب‌های ایرانی و فارسی. بعد از نص تعلیق دیگه خط جدیدی نه، خط شکسته و بعد شکسته نص تعلیق و بعد حالا یک سری خطوط ابداعی دیگه. اما خب خط شکسته و شکسته نص تعلیق و حالا خطوطی مثل خط تعلیق و اینا خطای هنری هستن، یعنی اینجوری نیست که بیشتر نسخه خطی به این خط نوشته شده باشن. اما خط نص تعلیق خطیه که
برای نوشتن نسخه های معمولی، برای نوشتن کتب درسی ازش استفاده می شده. من یه سوال شخصی، یعنی چیز علمی نیست، شما وقتی دارین یه کتاب خطی رو می خونید، بله، از اینکه می فهمید این کتاب اصلی جعلی خطش مال که یه بیشتر لذت می برید، اینجا شده که فهوای کلام متن کتابم باعث به هیجان اومدنتون بشه؟ برای من هر دو اتفاق افتاده. میگم چون قبلا ادبیات فارسی خونده بودم، خیلی به شکل فنی به یه نسخه نگاه نمی کنم. خیلی موقع فهرست نویسی من زمانو از دست میدادم، چون که واقعا مشغول خوندن نسخه میشدم و حالا محتواشم برام جالب بوده. چجوری میشه یک نسخه رو فهمید؟ اصلا نسخه اصل و اصلا نسخه خطی جعلی وجود داره؟ بله، متاسفانه یکی از حوزه‌هایی که هم در طی دوران‌های مختلف، نه فقط حالا، از زمانی که نسخه خطی ما الان داریم و شناسایی شده، قضیه جعل در کنار نسخه خطی وجود داشته. از قدیم مثلا نسخه بله. داریم مال قرن 8 که جعلیه. ممکنه بله، برای اینکه یک قرن میتونه ارزش نسخه رو جابجا کنه، میتونه قیمت یک نسخه رو جابجا بکنه. مثلا یکی از جاهایی که خیلی نسخه های خطی مورد جعل و حالا دستکاری قرار میگرفتن، انجامه نسخه بوده. یه توضیح در مورد انجامه نسخه بدم. ما الان نسخه های چاپی رو وقتی باز میکنیم یک شناسنامه دارن، نام مؤلف، سرشناسه، ویراستار و تاریخ چاپش. قبلا این انتهای کتاب بوده، یعنی وقتی که کاتب نسخه هر کتابت میکرده، ویژگی های نسخه مثل اینکه الان چه سالیه، من در چه حالتی هستم، بعضی نسخه های اینم ذکر میکنن که مثلا خیلی مثلا طرف میگه گریان این نسخه رو کتابت کردم، خوشحال این نسخه رو کتابت کردم، و تاریخ میزنه. تاریخ رو گاهی به عدد می نوشتم و گاهی به حروف، و بیشتر هم به زبان عربی، چون اصلا سنت عربی نویسی در انجام و پایان کتاب خیلی رایج بوده. در این قسمت از نسخه جعل خیلی اتفاق می افتاده. مثلا نسخه برای قرن هفتم، برای قرن نهم بوده و نوشته شده مثلا تسعه به معنی عدد نه، عدد هفت میشه سبعه. شما حساب کنین چند تا نقطه است اینا در واقع توی یک دست نوشته، اختلافشون چند تا نقطه و دندونه هستش، ولی دو قرن یک نسخه رو جابجا میکنه. صاحب نسخه، حالا یا مالک بعدی یا فروشنده نسخه، میومده با یه تق علم یا حالا یه تیغی اون نقطه رو میتراشیده و این نسخه رو مثلا زمانش رو جابجا میکرده. پس شما چجوری میتونید تشخیص بدین که خب قرن هفتیه یا قرن نهیه؟ خب دقیقا یه سری ویژگی ها مثل کاغذ نسخه. مثلا کاغذ هایی توی قرن 11 رایج بوده که تو قرن مثلا 9 رایج نبوده. از طریق جالبه، یعنی یک نسخه شناس علاوه بر سبک و آرایه های ادبی که باید بدونه، باید احتمالاً تاریخ بدونه. بله. جغرافی باید یه ذره بدونه. بله، تا حدودی. باید علم شیمی بدونه و کاغذ بشناسه و خمیر بشناسه. بله. باید خط رو بشناسه. اصلا باید کمی کاراگاه مثل این که باشه. دقیقاً. متاسفانه خیلی مورد مظلومیت قرار گرفته این رشته، و توی کتابخونه ها افراد غیر متخصص خیلی نسخه شناسایی کردن. برای همین خیلی وقتا پیش اومده که در مورد تاریخ نسخه، اسم نسخه، مؤلف، خیلی اشتباه ها اتفاق افتاده، و این واقعاً یک اتفاق خوبه که افرادی دارن تربیت میشن که تخصصی نگاه میکنن به نسخه های خطی. اینقدر مباحثی که درباره صحبت کردید جدید بود بر من، درست، و جالب بود که کلی سوال الان تو ذهنمه. فکر کنم برای بیننده هامونم اصلا یه علم اینجوری چیز قابل توجهی باشه. اگه موافقین من برم یه چای یا دمنوش بیارم و بعد ادامه بدیم، کدومو میل دارین؟ من دمنوش. دمنوش، چشم. خانم رحیمی، من مثلا شنیدم و خوندم که میگن مثلا
در یکی از کتابخانه های هند داشتیم میگشتیم که یه نسخه خطی پیدا کردیم، یا در کتابخانه مجلس میگشتیم که اون نسخه خطی، مثلا یک نسخه از نمیدونم سعدی پیدا شد که خیلی قدیمی بود. مگه کتابا گم شدن که میرن مثلا میرن هند میگردن؟ چه یعنی چی ما گشتیم توی فلان کتابخونه یک نسخه پیدا شد؟ اصلا پیدا کردن نسخه خطی چه جوریه؟ نسخه های خطی توی کتابخونه ها برخیش فهرست نویسی شدن و برخیش هنوز فهرست نویسی نشدن، یا فقط یک فهرست اولیه ازشون تهیه شده، یعنی فقط یک نام ازشون توی دفترها ثبت شده. ممکنه که در طی روند فهرست نویسی یک نسخه خطی که شناسایی میشه حالا ارزشمند باشه و گزارش بشه. یعنی هنوز نسخه بله. ناشناخته‌ای وجود داره؟ بسیار زیاد، میلیون ها نسخه خطی، چه در ایران و چه در خارج از ایران. بله، نسخه های خطی فارسی در کل جهان پراکنده هستند، چه بسیاری از نسخه های ما توی شبه قاره پاکستان، هند، افغانستان نگهداری میشن و حتی شناسایی نشدن، تو وضعیت های نامناسب توی کارتون های میوه در حال از بین رفتن. و حالا فکر کنید که اگر اینا مجددا مورد بازنگری قرار بگیرن، قطعا نسخه های ارزشمندی بینشون پیدا میشه. میلیون ها نسخه در این وضعیت هستن. بله، در واقع اصلا رساله ما برای کارشناسی ارشد، من و تعدادی از همکلاسی هم، فهرست نویسی تعدادی از نسخه های کتابخونه ملی بود. یعنی با وجود فهرست ها، چندین جلد فهرست نسخه خطی که برای کتابخونه ملی تهیه شده، هنوز هم کوهی از نسخه خطی وجود داره که شناسایی نشده، فهرست نویسی نشده، یعنی اطلاعات جامع و کاملی ازشون در دست نیست. خب حساب کنید وقتی اینا مورد بازنگری قرار میگیره و دقیق بررسی میشه، امکانه اینکه نسخه های ارزشمند. فهرست نویسی مختص یک نسخه های خطی هم نیست. کتاب های چاپی هم وقتی وارد یک کتابخونه میشن باید معرفی بشن، باید اسمشون جایی ثبت بشه، ویژگی هاشون جایی ثبت بشه که اگر 100 سال آینده یک نفر به اون کتاب یا به اون نسخه مراجعه کرد، بتونه تفاوتی که بین این مدت زمان براش رخ داده رو بفهمه. اگر نسخه مورد سرقت قرار بگیره یا کتاب، باید یه جای اطلاعات اون نسخه ثبت بشه. یه کتابی هست به اسم الفهرست، درست دارم میگم؟ الفهرست جزو اولین فهرست های نسخه های خطی که توسط ابن ندیم تهیه شده. خیلی اطلاعات جالبی در مورد نسخه وجود داره داخلش و میشه گفت اولین کتاب‌هایی که در مورد نسخه خطی از کتاب‌های رجالی جدا میشه، یعنی به صورت اختصاصی به نسخه‌های خطی و ویژگی‌هاشون و ثبت تعداد و مشخصات مثلا نسخه‌های خطی یک کتابخونه می‌پردازه. من خیلی خوشحالم که الان دیگه دوره نسخه خطی نیست، چون اینقدر خطم بده که واقعا آبرو و حیثیتم می‌رفت اگه قرار بود نسخه خطی. دقیقاً یکی از دشواری‌های فهرست نویسی خطای بدیه که وجود داشته و ناخوانا بوده، اما خب تکرار و تکرار باعث میشه که شما نسخه دکترا رو هم میتونین بخونین. نسخه دکترا نه، چون مثلا اصطلاحات دارویی خطشون بالاخره میتونن. بله خطشون، اگر حالا برای باورتون شاید نشه، گاهی وقتا خط خودم و خودم نمیتونم بخونم. ببین ما میخونیم خطتون رو واقعا. یعنی میتونین حتی خط منو که خودم میگم خدایا این چیه، هی نگاه میکنم میگم چی نوشتم اینجا، نمیتونم. پس هستن کسانی که حتی اون خطها را هم بخونن. بله. من خیلی کنجکاوم بدونم شما که کارشناسیتون ادبیات فارسی بوده و کارشناسی ارشدتون نسخه شناسی هست، خودتون چه جور کتابایی میخونین الان که دوره کتابهای چاپیه؟ آیا غیر از نسخه خطی در حوزه های دیگه ای مطالعه میکنید؟ اگر بله چه جور کتابایی میخونید؟ برامون دربارش صحبت کنید. بله، خب من قبل از اینکه واقعا وارد حیطه نسخه های خطی بشم، ادبیات خوندم و علاقه من به ادبیات و کتاب و داستان قصه و اینا هستم، اما خیلی
کتابخونه حرفه‌ای نیستم، به این دلیل که کتاب‌ها رو خیلی تا آخر مطالعه نمی‌کنم و حالا برای خودم به کتاب‌هایی که بتونم تا آخر بخونم خیلی امتیاز میدم. اینکه نویسنده موفق بوده در اینکه منو بکشونه تا انتهای کتاب. و خب قصه هایی میخونم که یک هدفی داشته باشه، یعنی یک دیده حالا یا روانشناسی یا فلسفی داشته باشه، یعنی نه که فقط یک اتفاق توش افتاده باشه. خیلی بر من جذابیت نداره. ادبیات معاصر هم براتون جذابیت داره؟ حالا یه چیزی که خیلی جالبه این که من الان اینجا میتونم علتشو علاقم به شعر معاصر به ویژه اشعار سهراب سپهری بدونم. چرا؟ چون من خیلی بچه بودم و حالا تازه شاید خوندن نوشتن یاد گرفته بودم که از طریق پدرم با اشعار این شاعر آشنا شدم و خب خیلی زنگ اون اشعار برای گوش من خوب بود و خیلی علاقه من شدم به شعر و من 8 کتاب سهراب سپهری رو حفظ میکردم بدون اینکه متوجه بشم که چی میگه. اولین میگم قدم های من برای آشنایی با الان شعری از سهراب سپهری از حفظ هنوزم تو ذهنتون هست؟ بله، اگه نپرسی که بخونم. میشه بخونین؟ اگه حفظین که خب یه بخشیشو اقلا بخون. خب یه چند تایی توی ذهنم هست، نمیدونم الان یکیشو انتخاب کنم. چیزی رو میخونم که در واقع اولین بار پدرم خوند و من بهش علاقه من شدم. به سراغ من اگر می آیید، پشت هیچستانم، پشت هیچستان جاییست، پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدهاییست که خبر می آرند از گل وا شده دورترین بوته خاک. روی شنها نیز نقشهای سم اسبان سواران ظریفیست که صبح یادم رفت. برای من خیلی جالب بود، خیلی خیلی جالب بود این چیزی شما گفتید که هنوز تازه سواد خواندن و نوشتن یاد گرفته بودید و معنی اشعار متوجه نمی شدید، ولی پدرتون براتون سهراب سپهری خونده و تأثیر اون خواندن این بوده که شما به ادبیات علاقه مند شدید و تأثیر علاقه مندی به ادبیات علاقمندی به نسخ خطی بوده و گفتید الان به همون علت اینجا نشستید. اونم در واقع یه علتش میتونه پدرم باشه، چون پدر من رساله کارشناسیش تصحیح یک نسخه خطی بوده و نسخه خطی همیشه به گوش من خورده این اصطلاح. پدرم ادبیات خوندن. پدر من موسیقی خوندن، ولی برای رساله کارشناسیشون یک کتاب در ارتباط با موسیقی رو تصحیح میکنن. چقدر جالبه که یعنی خوندن ما برای بچه‌هامون اگه کتاب بخونیم، شعر بخونیم، روی کل زندگیشون تأثیر میذاره، روی کل زندگیشون. من یه سوال آخر بکنم، توی نسخ خطی غیر از قرآن، غیر از کتابهای مقدس ما، چه کتابی بیشتر از همه به خط نوشته شده، نسخه خطی ازش وجود داره؟ گفتنش یه مقدار سخته و مستلزم اینه که تمام فهرست ها بررسی بشن. اول اینکه تمام فهرست ها یک جا جمع بشن که خب کار خیلی سترگ و سختیه، اما واقعا لازمه که انجام بشه. اما خب خود من با توجه به کنجکاوی که داشتم و حالا مجموعه های کمتر و جامعه های آماری کوچکتر که بررسی میکردم، جالب بود برام که کتاب‌های سعدی به ویژه گلستان سعدی خیلی کتابت شده. من فکر می‌کردم که مثلا حافظ باید باشه یا کتاب‌های شعری ما باید باشه، اما علتش میتونه این باشه که گلستان سعدی به خاطر اون روان بودن و سلیس بودنش به عنوان کتاب درسی توی مکتب‌ها تدریس می‌شده و قاعدتاً خیلی از روش نوشته شده و یک کتاب راحت و هم برای کاتب شما و اگر برای کتابت قرآن قاعدتا باید یه علمی به زبان عربی داشته باشین که خیلی کار سخت و دشواریه و خیلی مسئولیت داره کتابت قرآن، چون آدم حتما باید خط خوشی داشته باشه، خط خوش و علاوه بر اون اعراب گذاری، فتح، ضمه، کسره. و خب کتابت این نسخه ها کمتر انجام می شده و خیلی حساس تر بوده، اما خب مثلا کتابی مثل گلستان سعدی اولا که تمام ایرانیا باش اون سوالفت داشتن و اینکه به خاطر اینکه تدریس می شده. حتی جالبیش اینه که توی نسخه هایی که
که توی شبه قاره هستن یا نسخه هایی که فراتر از مرزهای ایران الان وجود دارن، هم کتاب گلستان سعدی وجود داره قطعا بین مجموعه، چون که به غیر فارسی زبان ها هم خواستن فارسی یاد بدن از روی گلستان سعدی و یا کتاب های مشابه یا مثنوی، حالا یه خورده سخت‌تره ولی این چنین بوده که این کتاب. خیلی ممنونم از این توضیحات جامع و کامل و جدید و بدیعتون، لااقل برای من اینجوری بود. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم و خیلی کنجکاوم که ببینم یک نسخه شناس کدوم یکی از این سردیس ها رو انتخاب میکنه. خواهش میکنم یکی از این سردیس ها رو به رسم یادگار از برنامه ما بپذیریم. بفرمایید. خواهش میکنم. من وحشی بافقی رو انتخاب میکنم. وحشی بافقی؟ چرا وحشی بافقی رو انتخاب کردیم؟ یک شعر نسبتاً بلند عاشقانه داره که در ابتدا از عشق و دیوانگیش میگه و اینکه حالا همون شعری که دوستان شرح پریشانی من گوش کنین، داستان غم پنهانی من گوش کنین، که جزو اشعار مورد علاقه منه و در انتهاش خیلی عصبانی میشه از دست جفای معشوق و به نظر من خیلی واقعیه، خیلی میتونم بگم خیلی ارتباط برقرار کردم همیشه با خوندن این شعر و این شعر رو دوست دارم. چقدر عالیش و چقدر خوب که این شعر رو مطلعش رو برای ما خوندین که علاقه‌مندانی که دوست دارن برن و این شعر رو کاملش رو بخونن و ببینیم آخرش از چی اینقدر عصبانی شده. حتما حتما، خیلی شعر قشنگیه و خواندنی. بله حتما. خانم رحیمی، ما آرزومون توی این برنامه اینه که مردم بیشتر با هم حرف بزنن و بیشتر کتاب بخونن. خیلی هم عالی، آرزوی ما هم همینه. نسخه خطی هم مطالعه کنن گاهی. بله، و نسخه خطی که دارن و به یه جایی که ازش خوب نگهداری میشه یا خودشون خوب نگه دارن یا جایی بدن که خوب نگهداری بشه، مراقب نسخه خطی باشن. بله، خیلی خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه و توضیحاتی که میگم برای من بسیار جدید و آموزنده بود. بی نهایت ممنونم. کتاب‌ها به دلایل مختلفی شستشو داده میشن. به دلیل قارچ‌زدایی هست، به دلیل زدودن مواد سمی که در مرحله قارچ‌زدایی هست و زدودن قارچ‌های غیر فعال، برگردوندن رطوبت کاغذ شستشو داده میشن. در مرحله شستشو کارشناس تشخیص میده که با چه محلول‌هایی و در چه مدت زمانی کتاب شستشو داده بشه. از شستشو کتاب ها رو به آهستگی از آب در میاریم و روی کاغذ های خشک‌کن قرار میدیم. کتاب پس از اینکه خشک شد تصمیم گرفتیم که پرس گرم کنیم. البته بستگی داره که کتاب چه کتابی باشه. در این قسمت که برگه ها آماده مرمت شدن، قسمت های کمبود اثر با کاغذ های فری اسید که اسمشون تیشو هست، با گراماژ متناسب با کاغذ و رنگ متناسب به کاغذ اصلی پر میشن. این قسمت دیگه میشه گفت تقریبا پایان کار مرمتی هستش که بعد از تموم شدن یک دور زیر پرس سرد قرار میگیرن کاغذ ها و بعد از اینکه کامل صاف شدن به قسمت صحافی میبرن کارا رو که صحافی و جلد شدن. خب توی این مرحله
مرحله دوخت نسخه است که ما نسخه رو جزء به جزء روی هم قرار میدیم و کار دوختش رو انجام میدیم. یه جورایی دوخت و دوز کتاب هست، یعنی یه جورایی خیاطی میکنیم کتابو و دوخت نسخه که مرحله به مرحله تموم شد، نسخه آماده صحافی میشه و بعد از اینکه جلدش مرمتش تموم شد داخل جلد قرار میدیم نسخه. آقای مسعود فراستی سلام. سلام مخلص. ارادتمندم. این برنامه از چی صحبت میکنیم؟ طبق قولی که من داده بودم قرار بود همینگوی ادام بدیم. اجازه میخوام از شما و بینندگانمون که همینگوی بذاریم یه چند هفته دیگه شارپتر و اساسی تر بریم. بسیار عالی. الان یه متن پیدا کردم که تو میشناسی و دوباره شروع کردم دیدم خیلی به درد برنامه میخوام. چیه اون متن؟ الان خدمت میگم. یه مطلب چرا باید کلاسیک ها رو خوند؟ چقدر مطلب مهمی، واقعا چرا باید کلاسیک ها رو خوند؟ از ایتالو کالوینو، نویسنده که همه میشناسن. بله. بریم؟ بله بله. در آغاز تعریفی رو مطرح کنیم. یک، آثار کلاسیک کتاب هایی هستند که پیوسته در موردشان میشنویم. دارم دوباره میخوانمش. این دسته کم در مورد آنهایی است که فرض میکنیم مطالعات گسترده دارند، اما نه در مورد جوانان، دورانی که در آن رابطه با جهان و با آثار کلاسیک به مثابه بخشی از جهان دقیقا مشکل نخستین برخورد را دارد. من اجازه میخوام این نصف جمله رو دوباره بگم. و با آثار کلاسیک به مثابه بخشی از جهان، یعنی آثار کلاسیک چقدر خوبه این تعریف کالوینو، بخشی از جهانه، نه اینکه جدا از جهان، جهان راهش ببینه و آثار کلاسیک هم هست. از وقتی که آثار کلاسیک خلق میشه دیگه میاد به جهان اضافه میشه و بخشی از جهان میشه. این از اون چیزهای کوچولوی ساده یه ولی به در بخور. پیشوند تکرار در برابر فعل خواندن میتواند ریای کوچک کسانی باشد که از اعتراف به نخواندن کتابی مشهور از شرم سرخ میشود. برای آسودگی خیال آنها کافی است یادآور شویم هرقدر مطالعات آموزشی فردی بسیط باشد، باز هم شمار قابل توجهی اثر بنیادین ناخوانده میماند. هر که مجموعه آثار هرودوت یا توسیدید را خوانده دستش را بالا آورد. سن سیمون و کاردینال رتس را. حتی نام‌های دوره‌های بزرگ رمان‌های قرن 19 بیشتر بر سر زبان هاست تا اینکه آنها را بخوانند. در فرانسه خواندن بارزاک را از مدرسه شروع می کنند و با عنایت به چاپ‌های گوناگون موجود می توان تصور کرد که فرانسوی‌ها کماکان به خواندن آثار بارزاک ادامه می دهند. اما اگر نظر ایتالیایی‌ها را بخواهید بیمان است که بارزاک در رده‌های آخر جای دارد. علاقمندان دیکنز در ایتالیا گروه بسیار اندکی هستند که وقتی به هم برمیخورند بلا فاصله چنان از صحنه ها و شخصیت ها یاد میکنند که گویی از آشنایان خود صحبت میکنند. اینها بهانه ای بود که بگوییم خواندن اثری بزرگ کلاسیک برای نخستین بار در سن پختگی لذتی خارق العاده دارد، متفاوت اما نه کمتر و نه بیشتر از لذتی که خواندن آن در سن جوانی احساس می شود. جوانی به خواندن همچون هر تجربه دیگری طعمی خاص و اهمیتی ویژه می دهد، حالان که در سن پختگی ارزش جزئیات را بسیار بیشتر درک می کنیم، یا دقیقتر باید درک کنیم. سطوح را باز می شناسیم و معانی را تشخیص می دهیم.
دو، آثار کلاسیک آثاری است که برای خوانندگان و دوستدارانش ثروتی می‌سازد. برای تو خیلی بدیهی، ولی بحث ثروت می‌سازد خیلی حرف حسابی. یعنی مثل ثروتی که از آدم دور نمیشه دیگه، پول نیست که دور شد. اما این دارایی برای آن کس که شعف اول بار خواندن آنها را برای زمانی نگه می‌دارد تا بهترین شرایط برای لذت بردن از آنها فراهم باشد کم ارزش‌تر نیست. آنچه در جوانی خوانده می‌شود در عمل شاید به دلیل بی‌صبری، سبکسری و بی‌تجربگی در زندگی اندک فایده به نظر آید. این احتمال می‌رود و شاید همزمان که با ارائه الگو، واژه‌های تشبیهی، اشکال طبقه بندی، معیارهای ارزشی، نمونه‌های زیبایی به تجربه‌های آتیمان شکل بدهند و آموزنده باشند. هر چیزی که به تاثیرگذاری خود ادامه دهد، حتی اگر اندکی یا چیزی از کتابی که در جوانی خوانده ایم در ما باقی مانده باشد، با دوباره خواندن آن کتاب در سن پختگی شاید چیزهای پایداری را در آن بازشناسی که سرچشمهشان را فراموش کرده ایم و جزء ساز و کارهای درونی امان شده بود. اثر ادبی این نیروی خاص را دارد، به عنوان اثر خود را به فراموشی می سپارد اما بذر خود را بر جای می گذارد. اینجا وایسی می ذاره؟ بله بله، حتما، لطفا. عرضم به حضورتون که خیلی نکته‌ای که بود توی دور و بریام می بینم، آدم های زیادی رو دیدم، آدم های کتاب خون، آدم های ادیبی که توی جوونی کلاسیکا رو خوندن ولی در سن پختگی دوباره برگشتن و میگن الان چقدر دوباره لذت بخشه، خوندن نویسنده‌ای که آدم توی جوانی یک بار و یک جور لذت میبره، توی پختگی و در سنین حالا میانسالی به بعد، شاید میانسالی، یه جور دیگه، مثل دیکنز، مثل بالزاک، مثل فلوبر، مثل داستویفسکی، ستاندال. یعنی خوندن سرخ، دوباره خوانی و خواندن سرخ و سیاه، دوباره خواندن و خواندن مادام بواری، خوندن کلاسیک های روسی، خوندن دوباره موبیدی که هرمان ملویل، اینا هر چند سالی میشه دوباره بهش مراجعه کرد. و داشتم فکر کردم که چقدر توی ادبیات خودمون هم اینجوریه. یعنی ما توی دوره دبستان، راهنمایی و دبیرستان آثار کلاسیک فارسی رو بخشیشو میخونیم، ولی بعدها میشه دوباره خوند، دوباره رفت سراغ مولوی، یه بار دیگه رفت سراغ عطار، رفت سراغ اسرارنامه، سراغ خمسه نظامی. و تو این دوباره اومدن مطمئنن با اون چیزی که ما تو دبستان، راهنمایی و دبیرستان خوندیم متفاوت خواهد بود. ولی یه چیزی من میخوام اضافه کنم، ببینین شما موافقین یا نه. ما وقتی که فهرست پیشنهادی نویسنده‌های بزرگ رو میبینیم، از سامرست موام گرفته تا کالوینو، همیشه آثار کلاسیک توش هست. وقتی که فیلم‌ها رو به منتقدین میگن، میبینیم که همیشه به کلاسیک‌های سینما همیشه ارجاع داده میشه. یعنی رقابت برای فیلم اول دوم تو آثار سال‌های سال بین همشهری کین و مثلا سرگیجه هیچکاک، یه بار این اول اون دوم، یه بار اون دوم این اول. من به زعم خودم، نمیدونم، خیلی دلم میخواد نظر شما رو بدونم، اینه که اگر یک پای ما در خواندن، دیدن، شنیدن کلاسیک هاست، نگاهمون، چشم دیگرمون، پای دیگرمون باید در ادبیات روز، در فیلم های روز، در موسیقی روز، نقاشی روز. یعنی این نباشه که ما قطع بشیم، انفصال نباید، این اتصال برای درک بهتر امروز به درک بهتر گذشته احتیاج داریم. خب من یکی دو نکته خدمت درس کنم. یکی این که از اولی که شروع کردی خوندن کلاسیک ها تو جوانی اساسا خوندن قصه است، داستان رو میخونه، فوقش خیلی دیگه جوانه تا
تربیت شده حسی باشه، از خوندن داستان به شخصیت ها میرسه و تجربه میکنه. خوندن کلاسیکا در پختگی، در میانسالی و بعد کهنسالی خیلی فرق میکنه. دومیه اساسا رو فرم وامیسه، یعنی رو جزئیات دیگه وامیسه. قصه براش نشسته، کارشو کرده، همچنان از خوندن قصه لذت میبره، اما رو فرم میسته، رو جزئیات میسته و روی حال ادبیات میسته، نه ادبیات، ادبیات ادبیات. این شعفه اساسیه دیگه که تو اول خوندن، بار اول هست، تو بار نمیدونم واقعا بیستم که من تجربه دارم هست. و این شعف در زمان حال استمراریه، یعنی هر بار سروش فراستی، هر بار که به یه اثر کلاسیک میرسن، همون باره که لذت میبرن و لذتشون چون پشت هم داره، لذت جا افتاده تر، عمیق‌تر، رسوب یافته تری میشه. یعنی اثر هنری این ویژگی رو داره که شعف ما پیشینی نیست، حاله، مال گذشته نیست، گذشتم حال بوده اون موقع که لذت بردیم، مدام حاله. اثر کلاسیک به خصوص ادبیات، موسیقی، نقاشی و سینما اگر اثر هنری هستند، حتما لذت ما رو برپا می سازم همین لحظه. این تأکیدش چون ریشه هاست، یعنی باخ هیچ وقت ما رو خسته نمی کنه. مطلق. اتفاقا هر چقدر باخ رو بیشتر گوش کنیم بیشتر لذت میبریم. دقیقا دقیقا، یعنی با بیشتر گوش کردن باخ گوشمون تربیت میشه. مرسی. گوش است که تربیت میشه و ظرفیت لذت جدیتر رو تجربه میکنه. نکته دومی که گفتی سر دوتا پاه، پای یه پامون در کلاسیکا، یه پامون در امروز. من خیلی پای امروزی ندارم، یعنی به زور میبینم، چون چیزی از دست نهیدم، مثلا 50 تا رو نهیدم، حالا یه سرشم که میزنم چیزی از دست نمیدم. به ندرت اثری در امروز در موسیقی، در سینما، در نقاشی متعجب میکنه. تازه متعجب کردن و به حیرت واداشتنش هم خیلی کم جونتر از یه اثر کلاسیک. این به همین دلیل من نمیگم جفت پاهامون اونجا باشه و اصلا به امروز. من خیلی خوشحالم و خیلی خدا رو شکر میکنم که ما با هم اینقدر خوب صحبت میکنیم ولی اختلاف نظر داریم. این خیلی عالیه. چه خوب. آره، چون من واقعا به این دوتا پا خیلی اعتقاد دارم و این حالا بعضیا میتونن مثل شما آره وزن رو بندازن بیشتر رو اون پا، بعضیا میتونن یکی و نصفی نیم. آره آره آره، این خوب خیلی خوبه دیگه. عالیه. ما این رئیس رو بعد فکر میکنم جلسه بعد و جلسه بعدترش ادامه بدیم. اصلا هر چقدر این رئیس رو ادامه بدید بهتر. و کاش بعدن که درباره این پای کلاسیک های کالوین رو صحبت کردین، یه برنامه درباره پای امروزی، یعنی درباره خود آثار کالوین رو، مثل اگر شبی از شبهای زمستان، مسافری و بقیه کاراش صحبت، ویکونت شق شده، اینا صحبت بکنیم. خیلی متشکرم، خیلی خیلی ممنونم و خدا نگهدار شما.